سفارت افغانستان در واشنگتن به مناسبت روز زن میزبان محفل بود که در آن راجع به دستاوردهای زنان افغان و آینده آنها صحبت صورت گرفت. در این محفل مسئولان بنیاد تلاش برای توانمندسازی زنان در مورد کارکردهایشان در افغانستان معلومات داده و در ختم محفل محب الله محب سفیر افغانستان در واشنگتن به آنان تقدیرنامه اهدا کرد. هاشم پشتون عضو این بنیاد و محصل مقطع دکترا در پوهنتون اوهایو امروز در استودیو با ما هست که جزئیات بیشتر را از وی میشنویم. آقای پشتون سلام و خوش آمدین به برنامه ما. در اول اگر بگوین که بنیاد زنان برای توانمندسازی زنان برای کمک به زنان افغان تا حال چه کارهای عمده انجام داده؟ و علیکم سلام و توسط شما بیننده ها ما سلام خودم عرض میکنم به همه. این بنیاد که هست 4 سال پیش تاسیس گردیده بود و هدف اساسیشان که بود نه تنها توانمندی زنان بود بلکه در بخش اساسی که اینا مشکلات اساسی مواجه می شوند مثل که صحت، مثل که تعلیم، در این بخش ما کمک های زیاد کردیم و پیرار سال 2 سال پیش در سال 2015 ما یک محفل دیگه که برای امی بنیاد داشتیم در خود کابل که خود بانوی اول افغانستان خانم غنی و همراه دیگه مثلا مشترکین عالی رتبه دولت سفارت ها و مثلا دونر که ما داشتیم آمده بودن که حمایت از این کمپین اعلان کرد و در این زمان ما از اینا لیتر اف کمیتمنت یا یک مکتوب حمایت که شما در کدام بخش چه قسمی در اداره تان در ارگان تان به توانمندی زنها کمک کرده میتونین و بعد از اون ما سر اینو مرور کردیم و هر سال ما او را پس از فیدبک اینا رو میگیریم که اینا چه کردن و تا کجا رسیدن به اهداف خود و چقدر جای مانده ده اونجا. خب بودجه شما از کجا تمویل میشه و ساحه کارتون چقدر وسیع است؟ در کدام ولایت شما فعالیت دارید؟ بودجه خود دیگه چون یک بنیاد خیریه است دیگه ما با دونیشن یا با کمک های خیریه ما بودجه خود کیا کمک میکنه؟ چی سفارت خانه باشه، چی مثلا ارگان هایی که زیر باشه اونا کمک میکنن و مثلا اونجا که ما 2 سال پیش که محفل داشتیم از کسای رتبه که بود اونا کمک خود اعلان کردن و بودجه یا کمک تنها مالی نبود بلکه در بخش پروگرام هایی که اینا داشتن ما رو مرور کردیم و فعالیت های ما در ولایت ننگرهار، بامیان، قندهار و خود کابل در بخش که مهاجرینی که ما داشتیم خصوصا در بخش اطفال و زنا ما کمک های رساندیم صحی و طبی و در این زمان در بخش تعلیم ما کتاب ها و چیزها را رساندیم خصوصا برای زن ها بر توانمندی زنا. یک مشکل اساسی که ما در خود سفارت هم پیش کردیم و سر از اونها ما کار میکنیم که یک مشکل اساسی را که زیادتر بنیادهای برای توانمندی زنها در نظر نگرفته که ما همیشه در بخش توانمندی زنها کار میکنیم اما در تغییر طرز فکر مردها هیچ کار نمیکنیم. در خیلی بسیار جالب است، من میخواستم در این مورد پرسان بکنم. بله. چی کردین شما در این مورد؟ این دیگه هدف نو ماست که ما سر از این کار کردیم چون ما خود یک محصل در خود پونتون اوهایو هستم و همین چیزا ما اینجا درک کردیم. در خود امریکا. بسیار جالب است، شما یک مرد و در عضویت گروه زنان برای توانمندسازی زنان را دارید. بله بله، چون برای ما مرد و زن هر دویش عضو مساوی این جامعه است و برای ما جامعه مهم است. اگر یک بخش جامعه ما خوشحال و توانمند نباشه، چه مرد باشه چه زن باشه، باید ما خود برسانه به کمک. برای ما این مهم نیست که من مرد هستم یا زن هستم، برای ما این که ما اگر یک عضو این جامعه هستم این مسئولیت ماست. بسیار. و آمدیم در کار ما ارگان داریم که ما همیشه به شماره یا گپ میزنیم که مثلا در این ارگان ها ما 10% زن داریم، در پارلمان ما 33% مثلا تقریبا وکلا داریم، اما 66% مردایی که ما داریم طرز فکر اونا طرف زنها چطور است؟ بله. و این مشکل تنها از افغانستان نیست، 2-3 روز پیش شما دیدین که عضو مجلس اروپا یو کی است، یک بسیار کلمات ناپذیر در بخش زنها ارائه کرد و این مشکل در هر جای است به میزان متفاوت. خوب یکی از نوآوری های شما معرفی کردن اپلیکیشن به نام سلامت بوده، این مورد اگر کم معلومات بدین چی نوع اپلیکیشن است که استفاده کرده میتونن؟ سلامت که هست یک پروگرام برای صحی و طبی است که ما میخوایم که خصوصا در بخش قسمی که گفتم صحت اطفال و خانم هایی که است دو بخش ما کار میکنیم و این تنان دیتابیس برابر میکنم. در این زمان امی پروگرامی که ما اجرایه میکنیم او توسطی است که چطور ما اینا را ردبندی کنیم. ما دکترای داریم مثلا دکترای زن که به او ضرورت است اما او در یک بخش کار میکنه که او مالجوی نیست،
دکتر ما که هست در اداره کار میکنه، انجینر ما که هست در وزارت صحت عامه کار میکنه، چطور ما رده بندی کنیم که در وقت ضرورت چه در اطراف باشه و چه در شهر باشه این یک دیتابیس برابر شود که امو ضرورت به اونجا برسه؟ تشکر. با این امید که دوستا هم این اپلیکیشن انستال بکنه، اپلیکیشن سلامت. تشکر. سلامت باشین. تشکر، زنده باشین.